به نام یاد خدا به قسمت 13 سلسله درس های سنجش مصارف خوش آمدین. در این قسمت ما سیستم های هزینه یابی را در سنجش مصرف مورد مطالعه قرار میدیم. سیستم های هزینه یابی فصل 3 کتاب تشکیل میده. در فصل 2 ما به صورت عموم به روش های هزینه یابی توجه کردیم. در روش های هزینه یابی ما مطالعه کردیم که چگونه مصرف فی واحد تولید را در شرکت های تولیدی سنجش بکنیم. در شرکت ها نه تنها که روش های هزینه یابی بسیار مهم است، بلکه سیستم های هزینه یابی هم از اهمیت خاص برخوردار است. چرا؟ به دلیل از اینکه ماهیت فعالیت های شرکت ها هم دیگر متفاوت است. بعض شرکت ها تولیدات متجانس دارند و بعض شرکت ها تولیدات متجانس ندارند، بلکه بر اساس سفارشکار آنها فعالیت میکنند و تولید میکنند. بنابراین ما بر اساس ماهیت تولید شرکت ها هم نیاز داریم که هزینه یابی بکنیم. بنابراین با توجه به ماهیت فعالیت های شرکت ها ما باید سیستم های هزینه یابی را مورد مطالعه قرار بدیم. خب که در فصل 3 به صورت عموم بالای سیستم های هزینه یابی تمرکز شده است. خب در این فصل ما هدف کلی ما آشنایی محصلین با سیستم های هزینه یابی با روی کرد کاربردی است. یعنی ما مثال های را به ارتباط مثال های عملی را حل میکنیم و کار میکنیم با توجه به سیستم های هزینه یابی. خب موضوعاتی که در این فصل روی او توجه میشه و مورد مطالعه قرار میگیرن، هزینه یابی سفارشکار است که نوعی از سیستم هزینه یابی است. هزینه یابی نوع دومش هزینه یابی مرحله است. و بعد از او موضوع دیگه ای که مورد بررسی قرار میگیرن هزینه یابی محصولات مشترک است و در نهایت هزینه یابی معیاری است. این به صورت کل ما 4 نوع هزینه یابی داریم که از هزینه یابی سفارشکار آغاز میشه و بالاخره به هزینه یابی معیاری ختم میشه. همه این موضوعات در این فصل توجه میشه و مورد مطالعه قرار میگیره. خب نوع اولی از سیستم های هزینه یابی سیستم هزینه یابی سفارشکار است. همونطوری که از نامش هم پیداست، سفارشکار در واقع بر اساس سفارش کار شرکت ها تولید میکنن. از اونجایی که سفارش کار متفاوت است، همه مشتریان و مصرف کننده ها دارای خواست ها و همه قسم نیاز های مختلف هست. بنابراین بر اساس خواست ها و نیاز های آنها محصولات را که باید تولید بکنن هم متفاوت باشن. خب در همچون شرکت هایی که ماهیت فعالیتشان بر اساس سفارش کار استوار است، ما نیاز داریم که از سیستم هزینه یابی سفارش کار استفاده بکنیم. خب به صورت عموم شرکت هایی که از سیستم هزینه یابی سفارش کار استفاده میکنن، یک شرکت های تولید کننده کشتی و طیاره است. به دلیل از اینکه این شرکت ها بر اساس متقاضا و بر اساس سفارش که از طرف مشتری ها دریافت میکنن باید تولید بکنن، مثلا از لحاظ دیزاین، از لحاظ مساختار فیزیکی کشتی و طیاره اینا مکلف است که بر اساس تولید بکنن. دو مثلا شرکت های پلسازی و پلچکسازی و سرکسازی و ساختمانسازی و غیره، به دلیل از اینکه ساختمان های مختلف است، به دلیل از اینکه پلچک ها از هر لحاظ هم دیگه متفاوت است، بنابراین این شرکت ها هم در واقع محصول را که تولید میکنن متفاوت است. بنابراین از سیستم هزینه یابی سفارش کار استفاده میکنن. و میقسم مؤسسات خدمات حسابرسی و تفتیش، از اونجایی که مؤسسات، از اونجایی که نهادها از هم دیگه متفاوت است، بنابراین سیستم خدمات حسابرسی و تفتیش هم متفاوت است. بنابراین بر اساس این میشه که شرکت ها باید خدمات حسابرسی و تفتیش را بکنن
و در قسمت هم باید سیستم هزینه یابی سفارش کار مورد استفاده قرار بگیرن. و میخواستیم شرکت های ساختمانی و تولید کنندگان لوازم فلزی و چوبی، اینا از جمله شرکت هایی هستن به دلیل از اینکه محصولات گوناگون را و محصولات و تولیدات غیر متجانس را تولید میکنن، بنابراین لازم است که سیستم هزینه یابی سفارش کار استفاده بکنن. خب در سیستم هزینه یابی سفارش کار موضوعی بسیار مهم، قیمت تمام شده یک واحد از هر سفارش است یا قیمت تمام شده هر سفارش کار است که برای شرکت تولید کننده هر سفارش قیمت تمام شده چقدر خواهد بود، به خاطر از اینکه قیمت تمام شده هر واحد هم دیگه متفاوت است. بنابراین ما میتونیم با توجه به فرمولی که داریم و را سنجش بکنیم، فرمول قیمت تمام شده یک واحد از هر سفارش مساوی میشه به قیمت تمام شده سفارش تقسیم تعداد محصول سفارش شده. خب به این معنا که ما وقتی بخوایم قیمت تمام شده یک واحد از هر سفارش پیدا بکنیم، باید قیمت تمام شده سفارش مشخص باشن و میقسم تعداد محصول را که شرکت با عنوان سفارش دریافت کرده است. خب مثال داریم، فرضاً ما تعداد محصولی که سفارش شده است 40 پایه است، فرض کنید 40 پایه الماری سفارش دریافت کردن و مجموع مصارفی که برای ساخت 40 پایه الماری لازم است بالغ به 6 میلیون و 400 افغان است. بنابراین ما اگر بخوایم قیمت تمام شده فی واحد سفارش پیدا بکنیم، باید قیمت تمام شده محصول سفارش که در کل 40 پایه است این را ما تقسیمی چی بکنیم؟ تقسیمی تعدادش بکنیم، 6 میلیون 400 هزار تقسیم 40 که 40 پایه است مساوی میشه 1.60 هزار بکنیم. به این معنی که قیمت تمام شده یک واحد و الماری یا یک پایه الماری معادل است به 1.60 هزار افغانی. این موضوع مهم در سیستم هزینه یابی سفارش است. خب بعد ما در قسمت هزینه یابی سفارش کار باید 5 مرحله را در نظر بگیریم. وقتی بخواهیم که سفارش کار را سفارش کار مصارفش سنجش بکنیم و سیستم هزینه یابی سفارش کار استفاده بکنیم، مسلماً باید 5 مرحله را سپری بکنیم. خب مرحله اول تعیین کار یا عقد سفارش کار است. در این مرحله باید شرکت و سفارش دهنده، به این معنی سفارش گیرنده و سفارش دهنده، باید یک قرارداد را امضا بکنه و بر اساس او قرارداد مشخص میشه که شرکت تولید کننده و چه تعداد از واحدهای سفارش شده را باید تولید بکنن و باید در اینجا مصارف تمام شده اجناس سفارش شده هم باید سنجش شد در یک جدول جدا کنن. بعد مرحله دوم شناسایی مصارف مستقیم است، به این معنی مصارفی که به صورت مستقیم در سفارشکار در تولید محصول سفارش شده مورد استفاده قرار می گیرن که شامل مثلا چه مقدار مصارف مواد مستقیم مورد استفاده قرار گرفتن، مثلا خرید مواد مستقیم، ارسال مواد به خط تولید و همین قسم مزد مستقیم، اینا از جمله مصارف مستقیم هست که در مرحله دوم باید شناسایی شوند و در نظر گرفته شوند. مرحله سوم شناسایی مصارف غیر مستقیم است، یعنی مصارفی که به صورت غیر مستقیم در پروسه تولید استفاده میشن، این باید در مرحله سوم شناسایی شوند. که در این قسمت میتونیم که مثال ها یا انواع مصارف غیر مستقیم از قبیل مواد غیر مستقیم، مزد غیر مستقیم، مصارف انرژی، برق، استهلاک ماشین‌آلات و تجهیزات که از جمله مصارف غیر مستقیم است، اینا باید مورد شناسایی قرار بگیرن. مرحله در این مرحله ما باید دو نکته را باید در نظر بگیریم. یکی نرخ جذب سربار است. نرخ جذب سربار در واقع یا نرخ جذب
امو اوورهید است که در یک دوره مالی چقدر است. که در اینجا منظور از جذب سربار امو معیار توزیع سربار است که بر اساس او سربار مشخص میشه. مثلا مبنای جذب مواد غیر مستقیم سربار مواد مستقیم است. همون قسم مبنای جذب مزد مستقیم سربار مزد مستقیم است. همون قسم مبنای جذب انرژی و برق مواد مستقیم و همون قسم استهلاک ماشین آلات که در واقع قیمت خرید است. یعنی برای هر مصارف غیر مستقیم ما باید مبنای جذب زور هم مشخص بکنیم. خب نکته دوم در این مرحله تعیین نرخ جذب است. باید نرخ جذب تعیین شود و سپس باید محاسبه شود. خب نرخ هدف از نرخ جذب سربار در واقع فیصدی هست که بر اساس او مبنای جذب جهت تعیین مصارف سربار می باشد. به این معنا که ما باید نرخ جذب در قسمت مشخص شود. بر اساس نرخ جذب ما میتونیم که جهت مصارف سربار تعیین شود. خب مرحله سوم به این شکل، مرحله چهارم تکمیل مصارف سفارش است. خب تکمیل مصارف سفارش در این مرحله در واقع محصول از خط تولید به گودام کالای کارتمام منتقل میشن. به این معنی است که در این مرحله محصول سفارش شده در واقع تولید شدن و به محصول کارتمام تبدیل شدن. بنابراین لازم است که از خط تولید بیرون شوند و در گودام باید ذخیره شوند. یعنی به عنوان گودام، به عنوان ذخایر در واقع در نظر گرفته شوند. خب یا میشه که به صورت مستقیم بدون از اینکه اینا رو ذخیره بکنن یا در گودام نگهداری بکنن میتونن در اختیار مشتری قرار بدن. خب بعد زمانی که به مشتری منتقل میشه مسلماً بعد عایدی که از این لحاظ به دست میان در واقع به شکل عاید ثبت میشه، چرا که در این مرحله کالا یا محصولی سفارش داده شده تسلیم مشتری میشن و عاید در واقع همون عاید به شکل عاید فروش از لحاظ محاسبه مالی در حساب عواید از فروشات کردیت میشن. خب بعد مرحله آخری هست که در واقع مرحله نهایی سیستم هزینه‌یابی سفارش را تشکیل می‌دهد و بعد از کارت سفارش است. خب در کارت سفارش ما در کنار از این که حساب مفاد ضرر شرکت به ارتباط با محصول سفارش شده سنجش میکنیم یا ترتیب میکنیم، بعضی موضوعات دیگه هم در نظر گرفته میشه که در قسمت اول معلومات عمومی سفارش و تاریخ تحویل سفارش، شماره سفارش، نام سفارش دهنده، تعداد سفارش و غیره. میبینید در صورت عمومی در قسمت کارت سفارش ما معلومات کلی رو به ارتباط سفارش دهنده که چه تعداد سفارش دادن، تاریخ سفارش وقت و تاریخ تحویلش چه زمان بودن، اینا ثبت میشن. در قسمت دو مصارف مستقیم و غیر مستقیم ذکر میشه که در مراحل دوم و سوم ما دیدیم که هم مصارف مستقیم با شناسایی شده و مصارف غیر مستقیم. این دو تا مصرف در واقع در کارت سفارش هم انعکاس پیدا میکنن و در قسمت سوم در واقع مصارف عملیاتی و مصارف تولیدی گزارش داده میشه. به این معنا که وقتی ما مصارف عملیاتی و مصارف تولیدی رو در نظر میگیریم بعد در واقع نتیجهشان همون مفاد است یا ضرر است. به این معنا که ما در واقع صورت حساب مفاد و ضرر شرکت را به ارتباط محصول سفارش داده شده سنجش میکنیم. میبینیم که چه تعداد چه مقدار مفاد کردن یا برعکس چه مقدار ضرر کردن. خب به صورت عموم پنج مرحله در قسمت سنجش سیستم هزینه‌یابی سفارشکار در نظر گرفته میشن. خب
به خاطر از اینکه ما بتونیم سیستم هزینه یابی سفارش کار را به صورت کاربردی درک بکنیم و اینکه در کدام نوع شرکت ها تطبیق میشه و چگونه تطبیق میشه و مراحلی که در اینجا ذکر شد، مثلا چگونه عقد سفارش صورت میگیره و مصارف مستقیم و غیر مستقیم چگونه شناسایی میشه و بعد وقتی سفارش تکمیل میشه چگونه در اساس مشتری قرار میگیرن و در نهایت کارت سفارش چگونه ترتیب میشه. اینا رو اگر بخوایم به صورت کاربردی درک بکنیم در کمپانی ها یا در شرکت هایی که بر اساس سفارش کار، بر اساس سفارش فعالیت میکنن، ما باید یک مثال را در نظر بگیریم که در قسمت بعدی ما این مثال را به ارتباط یک شرکت تجارتی، یک شرکت تولیدی در نظر میگیریم که چند به چه تعداد از محصولات را دریافت میکنه با عنوان سفارش و بعد شرکت چگونه ای را سنجش میکنه. تشکر است.